وطنی که همیشگی فارس 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 خواهد بود. متن سخنرانی آقای ترامپ یک روز قبل در اختیار خبرنگاران از جمله خود من قرار گرفت. در متن اصلی سخنرانی که همکنون هم اگه شما بر روی تارنمای کاخ سفید برین، واژه پرژن گلف نوشته شده، خلیج فارس، ولی آقای ترامپ اینکه در موقعی که اونو میخوند خلیج عربی خوند، به دو تا مسئله میتونه بستگی داشته باشه. یکی این استش که میتونه اشتباه گفته باشه، دیگر این است که پشت ذهنش چون همواره زیر فشار پادشاهان سعودی و نمیدونم دیگر کسانی که در منطقه هستن و از این حرف قرار میگیره، خود به خود تو ذهنش هست که باید اون تیکه رو بگه. این لجاجت های معروف آقای ترامپ هم فراموش شدنی نیست و این داستان پاره میکنم پاره میکنم، خلاصه یه جایی به اینجا رسید که بحث رفت رو این که آقا چرا خلیج فارس را گفته خلیج عربی. این سیاست آمریکا رو معنادار میکنه. کسی که مسئول اصلی سیاست آمریکاست حالا میاد میگه خلیج عربی. خب شما با پخش این سرود قبل از برنامه فضا رو یه طوری درست کردید که یه خود سخت روی زمین مینگذاری راه رفتن، به خاطر اینکه مثلا خود این آقای ابی که اینو خونده وقتی که میره خلیج فارس حاضر نمیشه که این رو بخونه. یعنی از این طنزها ما داریم در کار خودمون. و من در ابتدای مطلب خدمتون عرض کنم که من واقعا تعجب کردم و متاسفم از اینکه آقای ترامپ دست به چنین کاری زد. همونطور که گفتید هم شما دیده بودید روز قبل متن سخنرانیشون رو، هم کاخ سفید از صبح گذاشته بود این رو روی سایت و در همه اونها مسئله خلیج فارس بود. حالا چطور شد که ایشون گفت خلیج عربی؟ خب میشه تعابیر مختلفی کرد. شما دوتا از تعابیر معتبرتر رو فرمودید که یکیش اینه که میتونه به قول روانشناسا یک فرویدین اسلیپ بشه، یعنی اینکه بی اختیار گفته باشه، که من گمان نمی کنم به لحاظ اینکه داشت از روی متن نوشته شده میخوند و فلبداهه صحبت نمی کرد که یهو یک کلمه اشتباهی جور دیگه خونده بشه و یا دلبری کرده از مثلا خلیج فارسی ها و همه اینها. به نظر من هر کاری که کرده کار بسیار اشتباهی بوده و من فکر میکنم سرجم به خودش بیشتر ضرر زد تا به هر کس دیگه ای در این مورد و از این بابت متاسفم به لحاظ اینکه من برخلاف موضع اعلام شده شما، من زیاد موضع ضد آقای ترامپ ندارم و بسیار خوشحالم که دوران آقای اوباما و دوران سازش با و مماشات با جمهوری اسلامی به وسیله آقای ترامپ به پایان رسیده. حالا آقای ترامپ میخواد در آینده چه بکنه؟ تا امروزش که خبری نبوده. بر روال همیشگی دو تا 90 روز رو ایشون به سر برده و تصدیق کرده که ایران مثلا کاراش رو درست انجام داده، مطابق قرار داد. اما اگر که حرفایی که ایشون میزنه در مورد برجام واقعا اجرایی بشه، اگر که عرض کنم که کمک، یعنی تحریم های اقتصادی برداشته نشه، اگر سپاه پاسداران در لیست تروریست ها قرار بگیره و منابع مالیش دچار تزلزل بشه، به نظر من این خدمت بزرگیه که ما رو پل میزنه روی دوران آقای اوباما و ما رو برمیگردونه به ابتدای کار، یعنی 8 سال پیش و جنبش سبز، که همین عرض کنم که مسائل بودش که میتونستش پایان دیگری برای ماجرا داشته که متاسفانه پیش نیامد. شما فرمودید که هر دو تای طرفین حرفاشون رو به درستی زدن بعد یه پس گذاشتن و پس از اون کار رو خراب کردن، اما به من توضیح ندادید که پس آقای ترامپ چه بودش که
اون حرفای خوب ایشون رو یا تحلیل ایشون رو از وضعیت منطقه و ایران رو خراب کرد و جور دیگه ایشون. چون من فکر کردم که ایشون اتفاقا خلاف انتظار خیلی کوتاه آمد در پایان، به این صورت که کاری رو که آقای اوباما نکرد و این تفاهم نامه رو، چون قرار دادم نیست یه تفاهم نامه است، به مجلس نداد برای تصویب، ایشون گذاشت توی کورت مجلس و گفتش که شما تصمیم گیرید که با این چه باید کردش. و تنها نکته ای رو که روش تأکید کرد این بود که اون زمانبندی هایی که گذاشته شده، مثلا 10 سال آینده که 2 سالش همکنون گذشته، ایران میتونه 2 مرتبه غنی‌سازی رو آغاز بکنه و حتی دست بیابه به بمب اتمی، اینها رو گفتش که اگر اینا رو بر ندارید من یک طرفه اساسا امریکا رو از این قضیه خارج خواهم کرد. در نتیجه به نظر من برای کسانی مثل من که آرزو دارن در زمان کوتاهی که از زندگیمون مونده، سقوط حکومت اسلامی، فروپاشی حکومت اسلامی و استقرار یک حکومت دموکراتیک و سکولار در ایران رو ببینیم، سخنان ایشون و سختگیری های ایشون نسبت به ماجرا بسیار خوش آمد می داشت و من باش موافق بودم. اون تکیه خلیج عربی اشتباه ایشون بود و متاسفانه در واقع میدان داد به 3 دسته آدمی که یکیش خود جمهوری اسلامیه که عروض اولی که به سر کار آمدن در واقع کوشیدند که اصلا اسم خلیج فارس رو کنن خلیج اسلامی. درسته. اگر که واقعا میهن پرستان نبودند و اعتراض نمی کردند این کار صورت می گرفت. حالا اینا زجه می زنن و وای ایرانا و وای خلیج فارس می کنند که آقای ترامپ عوض کرد اسمش رو. دسته دیگه هم البته به نظر من چپهای مسکوویچ هستند که از روز اول با این حکومت در رابطه بودند و حمایت می کردند. حالا هم اونا همه فراموش کردن همه اون انترناسیونالیزم و اون که اصلا وطن معنی نداره و خاک معنی نداره و مرز معنی نداره و وای ایران شدش خلیج فارس شد. و یک کلمه هم در تمام این مدت راجع به فجایعی که در بحر خزر صورت گرفته سخن نگفتند که به ثمر بخش در واقع سهم ایران رو در بحر خزر بوده. نه، گروه سوم هم به نظر من شوونیست های دست راستی ایرانی هستند که اینا هم جز آرزوی بازگشت دیکتاتوری چکمه به ایران چیزی رو در نظر ندارن و به لطایف الحیلی عرض کنم که سعی میکنند که از این ماجرا استفاده کنند و به عنوان وطن پرستان ناب شروع کنند جیغ و داد کردن. و یک گروه چهارمی هم تو این دسته سوم به نظر من وجود دارن و اونها عمال سپاه پاسداران هستند که از مدت‌ها پیش این سیاست رو در پیش گرفتند که سپاه پاسداران نجات بخش ایرانه و اگر اتفاقی برای ایران بیفته این سپاه پاسدارانه که ایران رو نجات خواهد داد و در مقابل دشمن خواهد ایستاد. و این تبلیغیه که به طور وسیعی توی مثلا برنامه های مثل رنسانس ایرانی و نمیدونم این چیزا دارد می شود. و به نظر من اینها بیشترین استفاده رو دارن می کنند از این اشتباه کودکانه‌ای که اگر به عمد بوده آقای ترامپ انجام داده. اما در بقیه ماجرا به نظر من اظهار نظر در این که این برجام چه بود و چه برای ایران می کرد، عرض کنم که یه مقدار حرف کارشناسیه که من کارشناسش نیستم، ولی برای من اعجاب انگیز اینه که دیدم برخی از روشنفکران و نویسندگان خارج کشور دارن صحبت میکنن که برجام یک کلاه بزرگی بوده که بر سر جمهوری اسلامی گذاشته شده و اینها با بیدرایتی و بیکفایتی و عدم اطلاع از مذاکراتی که به قراردادهای بین المللی منجر میشه زیر چیزی رو امضا کردن که کلن به ضرر
ایران که منظورشون جمهوری اسلامی خواهد بود. اما تا اونجایی که عملا ما دیدیم این بود که با یک فرصت 10 ساله که ایران مثلا دست از غنی‌سازی میکشید و دنبال این کارا نمیرفت، شروع کردند از تحریم‌های اقتصادی رو برداشتند، پول نقد توی هواپیما گذاشتن بردن دادن دست اینها که توی منطقه بیشتر خون بریزند و باروت مصرف بکنند و آشوب بکنند. و در این حال عرض کنم که خب بقیه کشورهای اروپایی هم سهم خودشون رو از این پولی که به ایران داده بودند مطالبه کردند و با فروش انواع و اقسام چیزها سعی کردند که این پولا رو برگردونند به مغرب زمین. در نتیجه من فکر میکنم که درسته که آقای اوباما موفق شد با این سیاست خودش یک فرصت 10 ساله رو از حکومت اسلامی بگیره که به بمب اتم برسه، البته اگر که تمام مفاد قرارداد اجرا میشد و واقعا میشد رفتش مناطق نظامی رو بازدید کرد و دید که آیا واقعا حکومت اسلامی دست از این کار برداشته یا نه. اما در مجموع چنین است که به نظر من برجام به نفع حکومت اسلامی بود و به همین لحاظم هست که این گونه واکنش های مخشوش دیوانوار رو شما از ناحیه رهبران حکومت اسلامی میبینید که یکی میگه که اصلا آقا این یه قرارداد بین المللی بوده، نمیدونم ترامپ نمیتونه اینو ملغا بکنه، یکی دیگه میگه که اصلا بهتر که برود و ما نمیخوایم. همه این حرفایی که میزنن نشانه یک پریشان فکریه که مسلط شده بر رهبران حکومت اسلامی. و در مجموع من امیدوارم که اولا آقای ترامپ به وعده های خودش بتونه عمل بکنه، یعنی واقعا عرض کنم که این کمک ها رو قطع بکنه و سپاه پاسداران رو که ببینید اسمش داره میگه سپاهی نیست که مثل ارتش ملی ایران بخواد در مورد ایران و حفظ ایران، این ساخته شده برای صدور انقلاب از یک سو و سرکوب مردم ایران از سوی دیگه. و در نتیجه ما همه باید خوشحال بشیم اگر روزی رو ببینیم که سپاه پاسداران فلج شده. من یقین دارم که در همین سپاه پاسداران عناصر میهن پرست هم وجود دارن، خب هر کسی باید یه جوری نون بخوره، اینا هم رفتن اونجا. ولی اون کرم، اون سرشیری که میشود گفتش که در سپاه پاسداران هست، به نظر من آدمایی هستن که واقعا باید در دادگاه ها به عنوان جنایت علیه بشریت اونها رو محاکمه کرد. خونی که اونها در سوریه ریختن، در عرض کنم که یمن ریختن و در داخل کشور ریختند، از اونها چیزی جز جنایتکار جنگی نمی‌سازد. آقای دکتر، با بسیاری از گفتار شما موافقم. اینو میدونین همیشه فقط خواستم اون نکته‌ای رو که فرمودین که من چرا گفتم که اینا یه پس گذاشتن، پس روحانی معلوم بود، همین چیزیست که شما میفرمایید، آمد رو یک بار مدال افتخار رو به سینه، از دست رهبر به سینه سپاه پاسداران زد و گفت در واقع آقای روحانی اومد خودش رو نماینده رهبر دونست در تجلیل از سپاه، این رو اصلا شکی درش نیست و با هم نه اون پسی که من در مورد آقای ترامپ میگم، برای اینکه کسانی که براش نوشتن این رو ببینید، اگر وزارت خارجه آمریکا بیشتر در این مسئله دقت داشت و تحت تاثیر به باور من خانم نیکی هیلی قرار نمی گرفت، انشای آقای ترامپ بهتر میشد. یعنی اون نکاتی که آقای ترامپ در مورد ایران، تروریسم، دخالت های ایران در منطقه و اینا برمیشوره همه درسته، پسش اونجایی بود که میبره میگه پس برجام رو رعایت نکرده. یعنی 4 نکته که میگه که ایران مرتکب این شده که مثلا در آب سنگین خلاف کرده. حالا واقعیت این است که آب سنگین ایران میتونست 130 تن، یعنی 130 هزار کیلو داشته باشه
دو بار خلاف کرده، یه بار 100 کیلو اضافه داشته، یه بارم 900 کیلو. یعنی این عددی نیست که منبع ایشون بشه. حتی اون موقع با انرژی اتمی بازستان آقای آمانه و اینا گفتن که این اصلا عددی نیست که ملاحظه بشه. من میگم پایه خوب سخنانی رو که در مورد جمهوری اسلامی واقعیت داشت، نتیجه‌ای که گرفت نتیجه بسیار ضعیف بود. یعنی یا اینکه ایران با کره شمالی داره کمک میکنه، خب اون ارتباطی به برجام نداره. میتونستن بگن این اصلا خارج از قضیه برجامه. من نظرم روی این بود، ولی باور من و شما میدونم که در این نقطه دست کم با هم یک نظر داریم، این هستش که آرزو سپاه پاسداران با این سپاه خونریزی که فرزندان ایران زمین رو در شکلهای مختلف در این 40 سال، نزدیک 40 سال شد، نابود کرده، دستش در عراق و سوریه و اگر حتی دستش برسه اون فراتر از اون هم میتونه دست به خونریزی بزنه. بچه های عراقی رو به خاطر یه پول میفرسته بچه های 14 ساله رو سوریه برن کشته بشن. تمام اینا رو همه ما برش مشترک هستیم. من رو این پسی که تاکید کردم این بود که، ولی واقعیت اینه در نوشته من عین نوشته رو داشتم، به هیچ روی توش خلیج عربی نوشته نشده بود و خلیج فارس بود و اون چیزی هم که کاخ سفید منتشر کرد، من اینو برای دوستانی که نمیدونن بگم، بسیاری از دوستان فکر کردن بعد از اعتراض ها کاخ سفید رفته اونو پاک کرده اونجا رو درست کرد. واقعیتش اینه که این روز قبل در خانه من در خانم چاپش کردم، ساعت 6:45 به وقت کالیفرنیا که اینو دریافت کردم چاپش کردم، نگاه کردم ساعت 2:30 همون روز هم در گفتگوی تلفنی غیر مستقیم، ما با تلفن وصل میشیم به کاخ سفید و کاخ سفید رؤوس این رو از طریق وزارت خارجه و شورای امنیت ملی اشاره کرد که چی خواهد بود. میدونستیم که هیچ کدوم از اینها نیست. این رو نه در رد یا در حمایت یا از هر نقطه نظر دیگری میگم، باید واقعیت رو گفت. من باید به عنوان یک روزنامه‌نگار واقعیت رو بگم که این وجود نداشت. ولی حالا آقای دکتر اگر اجازه بدید من بذارم بحث رو بسپرم دست شما در این بخش و بعد میخواییم به اون بحث اصلی الوعد وفای بنده بریم که بحث کنگره شما خواهد بود. بخش گفتگو در اختیار شماست. این بخش شما در مورد این ماجرای استراتژی که اینا اعلام کردن در مورد آینده ایران، با توجه به اینکه خانم مگرینی به عنوان اتحادیه اروپا آمد گفت اصلا اینطوری نخواهد بود، این تفاهم نامه است، کشورهای دیگه سازمان ملل روش اومدن، یک کشور نمیتونه اونو باطل کنه، ولی نگو یک کشور نمیتونه از اون خارج بشه یا نشه. و دیگر اینکه شرایط کنگره آمریکا رو هم میشناسیم که شرایط کنگره چگونه خواهد بود. ایسه بدید 2 دقیقه سخن خانم مگرینی رو هم گوش بکنیم، بعد نتیجه گیری شما و سپس خواهیم رفت به بخش کنگره. من در Exactly in July 2015, the entire international community welcomed the result of 12 years of intense negotiations on the Iranian nuclear program. 104 pages full of technical details, the Joint Comprehensive Plan of Action, the JCPOA. It is not a bilateral agreement. It does not belong to any single country, and it is not up to any single country to terminate it. It is a multilateral agreement which was unanimously endorsed by the United Nations Security Council Resolution 2231. It is a robust deal that provides guarantees and a strong monitoring mechanism so that Iran's nuclear program is and will remain exclusively for civilian purposes only. We cannot afford, as international community, as Europe for sure, to dismantle a nuclear agreement that is working and delivering, especially now. The International Atomic Energy Agency, the IAEA, has verified 8 times that Iran is implementing all its nuclear-related commitments, following a comprehensive and strict monitoring system. There have been no violations of any of the commitments included in the agreement. The scope of the agreement relates to the nuclear program and is being fulfilled. The deal has prevented and continues to prevent, will continue to prevent, Iran from developing nuclear weapons. The Joint Comprehensive Plan of Action represents a key and functioning pillar of the international non-proliferation architecture that is even more important to preserve at a time of acute nuclear threat. We believe we have a collective responsibility
to preserve it for our own collective security. The United States domestic process, and I underline domestic, following today's announcement of President Trump, is now in the hands of the United States Congress. The JCPOA is not a domestic issue, but a UN Security Council resolution. The international community and the European Union with it has clearly indicated that the deal is and will continue to be in place. The European Union continues to fully support the Iran nuclear deal and the full and strict implementation of all its provisions by all parties. The European Union, together with the rest of the international community, is committed to preserve it to the benefit of all, including the Iranian people. خب در خدمت آقای دکتر نوریالا هستیم. اروپایی‌ها حاضر نیستن، اتحادیه اروپایی دکتر با این 1-2-3-4 که کردن و به ویژه اینکه گفتن این موضوع داخلی آمریکا نیست که بخوان تصمیمه، ولی از اون طرف هم میدونیم آقای اوباما در دوره‌ای که با کنگره گفتگو کرد برای اینکه اینو جلو بندازه انجامش رو، با آقای باب کورکر از رهبران جمهوری خواه سنا که ایشون در بخش کمیته امنیتی رئیس کمیته اطلاعات و امنیت سنا هم هستن، به این توافق رسیدن که این کار هر 90 روز گزارش بیاد که آیا داره انجام میشه یا نه، به این ترتیب توپ رو از زمین کنگره خارج کردن برای ماجرای تحریم ها، ولی همچنان کنگره میتونه تحریم های خودش رو داشته باشه روی حقوق بشر، رو مسئله تروریسم. حالا آقای ترامپ توپ رو و یا بار رو از شونه خودش پرتاب کرد به کنگره. من نظر شما رو به عنوان یک بخش در واقع جمع‌بندی گفتگو داشته باشیم، من نمیخوام زمان رو از دست بدم برای اون گفتگوی دیگر با هم هست. عرض کنم من دو سه تا نکته رو در این مورد سریعا خدمتتون عرض میکنم. اولا من به عنوان سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی ایران که انتخابم کردن، وقتی که برجام امضا شد و جشنها در خیابانهای تهران بود، جنبش از طرف جنبش مأمور شدم اعلام بکنم و به زبانهای مختلفم این رو به دولتهای مختلف بفرستیم. با هم گفتگوی تلویزیونی داشتیم یادم میاد در اون روزها کاملا، که در حکومت آینده ایران یک حکومت سکولار دموکرات اگر در ایران مستقر بشه، ما این قرارداد رو به رسمیت نمیشناسیم و این از طرف ملت ایران تصویب نشده، بلکه از طرف حکومتی که به زور خودش رو مسلط کرده بر ایران امضا شده. نکته دوم این است که به نظر من منافعی که امریکا و اروپا و احتمالاً روسیه دارند در این قضیه با همدیگه متفاوته و کمترین منافع رو در این زمینه امریکا میبره. کاملاً درسته. نگاه بکنید که وقتی که هنوز پولا نرسیده بود به تهران، آقای روحانی بلند شد رفتش ایتالیا که هواپیما بخره، اینقدر از فرانسه چیز بود. یه لیست خرید داده بودن دستش که پولا که دست شما رسید برش گردونید لطفاً به اروپا و این چیزها رو از ما بخرید. حالا چقدر ضروری بود چقدر نبودش رو من کاری ندارم، میخوام بگم که اینا مواد اعلام نشده و پنهانی این قرار داده. در این حال همونطور که خودتونم گفتید، خروج از این رو که کسی نمیتونه جلوش رو بگیره، هر کشوری میتونه بگه آقا دیگه نمیخوام توی اینجا باشم، و آقای ترامپ هم در این مورد صحبت کرده که من این قرارداد رو یک طرفه از جانب امریکا لغو میکنم، که امیدوارم که چنین اتفاقی بیفته و سنا هم یعنی از مجلسین امریکا هم بتوانند سانکشن های بیشتری رو روی مقامات حکومت اسلامی. این یه دروغ بزرگیه که ضرر سانکشن به ملت ایران میرسه. ملت ایران اگر که حکومت اسلامی فقط بخواد نونشون رو بده، انقدر درآمد نفت و گاز داریم ما که الان هم که برنامه های عمرانی رو که دیگه تعطیل کردن، فقط میرسن به حقوق و این حرفا. یعنی حکومت اسلامی بعد در مورد آنچه که به مردم ایران میده دچار مزیقه نیست. مزیقه اصلیش این استش که نمیتونه اون پول رو تو منطقه پخش بکنه بین اون نمایندگان جنایتکاری که در همه جا پرورونده. بنابراین به نظر من تنها راه اصلی بدون
حمله نظامی به ایران اینه که شما این خونی رو که به این غده سرطانی میرسه یه جا قطع بکنید که این رشد نکنه بلکه پژمرده بشه و از بین بره. بنابراین من همیشه طرفدار این تحریم‌های اقتصادی بودم و حالا باید نشست و دیدش که چیکار میخوام بکنم. برای اینکه من گمان نمی‌کنم که در آخرین لحظه و در اون کورنری که قرار بگیره اروپا هم با این حرفای خانم مورگنی بتونه عرض کنم که جلوی امریکا یا جلوی فروپاشی برجام رو بریزه. و معمول اینطور بوده که اروپا همیشه دنبال روی امریکا بوده در مرحله نهایی کار، تا ببینیم چه خواهد شد. خب من از کارگردان فنی برنامه میخوام یک کلیپ یک دقیقه‌ای در مورد کنگره پنجم سکولار دموکرات ها خواهیم داشت نگاه بکنیم. اطلاعات ویژه‌ای رو میده از نظر زمان، از نظر چهره هایی که در اون حضور دارن، بخش از چهره هایی که در اون حضور دارن، و گفتگو رو بر سر این موضوع با آقای دکتر داشته باشیم. کنگره ای که چیزی دیگه به انجامش باقی نمونده. من گویای هر موضوعی بود، تاریخ رو گفت، زمان هم مشخصه، کل هم شهر هست، در کشور آلمان هست. شما رو بسیاری از چهره های ایرانی شناخته شده به ویژه سکولار دموکرات در اون حضور دارن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم و مسئله پنجمین کنگره که برگزار خواهد شد. بعد عرض کنم که این کنگره 5 سال پیش در شهر واشنگتن آغاز به کار کرد. یه عده از علاقه‌مندان به اندیشه سکولار دموکراسی تصمیم گرفتن که یک کمیته برگزاری درست بکنند و بیایند یک وعدگاه سالیانه ایجاد بکنند برای کسانی که ایرانیانی که به سکولار دموکراسی اعتقاد دارند. در این واژه یا این اصطلاح سکولار دموکراسی یک کمی اگر تعمق بکنیم این از کجا ساخته شده و آمده و چه فرقی داره با مکاتب دیگه سیاسی مثلا لیبرالیسم، کمونیسم، سوسیالیسم، این سکولار دموکراسی چیست؟ من اعتقادم بر اینه که این حاصل آن چیزی است که در مملکت ما رخ داده است. یعنی که ما 40 سال پیش یک حکومت جدیدی آمد سرکار در ایران که 2 تا ویژگی داشت، یکی این که مذهبی بود و یکی این که استبدادی بود، و خود به خود اگر که شما بخواید قطب طرف دیگر این ماجرا رو بسازید، اون قطب از یک سو باید غیر مذهبی باشه، نه ضد مذهبی، غیر مذهبی باشه و از سوی دیگه دموکراتیک باشه، استبدادی نباشه. بنابراین این سکولار دموکراسی در واقع بدیلی است در مقابل مذهبی استبدادی که حکومت اسلامی شاخصه های اصلیش هست. ولی نکته ای که مهم بود این بود که سایر مکاتب سیاسی و تشکیلات خودشون رو دارن، احزاب خودشون رو دارن، ایدئولوژی های خودشون رو دارن، و همونطور که دیدیم به بعضی که مثلا در 57 رفتن که انقلاب به جایی بکشه، از زمین احزاب مختلفی سبز شدن،
مجاهدین آمدن، نمیدونم فدائیان آمدن، اتحاد کمونیست آمدن، اینها همه به لحاظ این بودش که اینها از قبل یک هسته های اولیه تشکیلاتیشون رو داشتن و در اون زمین مساعد تونستن رشد بکنن. اما در این 40 ساله که ملت ایران رفته رفته متوجه نتایج وحشتناک یک حکومت مذهبی استبدادی در ایران شده و بدون اینکه بدون اسم این چیه میگه من حکومت مذهبی نمیخوام، من حکومت استبدادی نمیخوام، رفته رفته اکثریت مردم ایران تبدیل شدن به کسانی که ما بهشون میگیم سکولار دموکرات، حتی اگر خودشون ندونن که اسمشون چیه. من تخمین من اینه که 50 میلیون آدم تو ایران سکولار دموکرات میاندیشند، ولی دارای هیچ تشکیلاتی نیستیم. پس فردا هم اگر حکومت اسلامی فرو بپاشه همه میرن دو مرتبه مغازه های خودشون رو وام میکنند و احزاب خودشون رو را میدازن، باز سر سکولار دموکرات ها که اکثریت ملت ایران هستن بیکلاه میمونه. این بود که فکر کردیم چجوری میشه این سکولار دموکراسی، این اندیشه، این گفتمان رو برد داخل مردم ایران. خب اما همین جنبش سکولار دموکراسی که درست شد، عرض کنم که دو تا سایتی که داشتیم در طی 10 سال گذشته، بیشتر 15 سال گذشته، یعنی سایت سکولاریسم نو و سایت جنبش سکولار دموکراسی، اینها خیلی کمک کردن به بردن این فکر به داخل. اما از لحاظ تشکیلاتی فکر ما این بودش که حکومت که نمیگذاره، حکومت دیکتاتوری نمیگذارد که در زیر سایش در منطقه‌ای که برش تسلط داره دشمنانش بیان و آلترناتیوش رو درست بکنن بذارن جلوش. همه تاریخ را هم که نگاه بکنیم این اتفاق افتاده که همیشه در بیرون از مرزهای یک دیکتاتوری بوده که آزادی خواهان یا مخالفین، حتی اگر آزادی خواه نباشند، در خارج جمع شدن با هم دیگه یه آلترناتیوی رو ارائه دادن و اون آلترناتیو موفق شده که سامان بده به جریانات مبارزات داخل کشور. شما نگاه بکنید که نمیدونم آقای لنین بعد از زوریخ بلنشه بره مسکو، نه آقای دوگل بعد از لندن بره و تمام تاریخ رو که نگاه بکنیم این گونه بوده، از جمله سرنوشت خودمون که آقای خمینی هم باید بره نوفلوشاتو اول از نجف بره اونجا بشینه، بعد از اونجا سوار هواپیما بشه و با یاران خودش برود به ایران. بنابراین یه وظیفه تاریخی جغرافیایی بر عهده سکولار دموکرات‌های خارج کشور گذاشته شده که شما مسئولید که اون آلترناتیو سکولار دموکرات رو در مقابل حکومت اسلامی بسازید و ارائه بدید به کل جهان. یعنی از یک سو اعتماد مردم ایران جذب بشه و از سوی دیگه دنیا ببینه که یه نیروی متشکلی وجود داره. برای این کار خب لازمش این بودش که اول با همدیگه حرف بزنیم، صحبت بکنیم و در نتیجه ما فکر کردیم که سالی یک بار اگر که بریم یه پولی جمع بکنیم که یه سالن هتلی بگیریم، دوتا مثلا نهار بدیم و غیره و دعوت کنیم که هر کی که واقعا دلش برای ایران میسوزه، فکر میکنه که سکولار دموکراسی یک گفتمان مفیدی برای ملت ایرانه و ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات چاره درد ما هست، اینها بیاین با همدیگه بشینن صحبت بکنن. آیا از این صحبت ها چیزی بیرون خواهد آمد یا نخواهد آمد، اون موکول است به اینکه ببینیم چه میشود. در نتیجه در 4 سال اخیر ما 4 تا کنگره این گونه رو، یکی در واشنگتن، یکی در شهر بخوم آلمان، یکی در فرانکفورت آلمان و یکی هم در هامبورگ آلمان برگزار کردیم که هر بار تعداد شرکت کنندگان در این کنگره ها افزایش پیدا کرد و به خصوص چهره های فعالی از اپوزیسیون ایران علاقمند شدن که بیان اونجا و افکار خودشون رو با دیگرون در میون بگذارن. و به نظر میرسه که این رشد تصاعدی امسال خیلی خوب خودشو داره نشون میده. تا به حال ما میدونیم حدود 200 نفر اظهار علاقه کردن که بیاین به شهر کن. دوستان ما در شهر کن نهایت محبت رو دارن میکنن که سالن رو آماده بکنن و غیره. و بعدم این کمیته برگزاری که خودش کار سیاسی نمیکنه، کار اجرایی تشکیلات میکنه که بره
هتل رو بگیره و نم سالن رو بگیره و غیره، پیشنهاد کرد، یعنی پیشنهادایی رو که در کنگره هامبورگ رسیده بود جمع‌بندی کرد و آمد این تم یا مضمون رو برای کنگره پنجم انتخاب کرد که اسمش هست وحدت در کسرت، که بتونیم بشینیم فکر بکنیم که اولا وحدت اصلا بدون کسرت که ممکن نیست. شما اگر یه دونه چیز داشته باشید که اینکه نمیتونه با چیز دیگه بره وحدت کنه، شما باید چندین چیز داشته باشید که اینها با هم دیگه در یه امر خاصی وحدت بکنن. بنابراین ما دیدیم که خب این کنگره ما به طرز بسیار هیجان انگیزی نشان دهنده این کسرت هست، یعنی کمونیست‌ها قرار داره بیان اونجا، نمیدونم سلطنت طلبا میان، پادشاهی خواهی ها میان، دست راستی ها، لیبرال ها، مذهبیونی که معتقد به سکولاریسم هستن، همه اینا اظهار علاقه کردن که بیان اونجا. بنابراین این کنگره نشانه کثرت اپوزیسیون مخالف حکومت اسلامیه. حالا که دور هم دیگه جمع میشیم، دو روز با هم دیگه صحبت کنیم، ببینیم آیا میشه از دل این کثرت اون وحدت لازم برای تشکیل اون آلترناتیو رو هم به دست آورد یا نه. ما با این امید داریم میریم به آلمان، به و از همه جای دنیا هم دوستان دارن میان که دو روز بشینیم با هم دیگه سر کله بزنیم، ببینیم از توش چی در میاد. بسیار براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم آقای دکتر. واقعا من در واشنگتن هنگامی که شما نخستین کنگره رو برگزار کردین حضور داشتم، شمار کسایی که آمده بودن و دلبستگی که به دو مسئله داشتن، یک ایران و دلبستگی به اینکه در آینده ایران یک سکولار دموکراسی باشه، این شاید یک چیز مشترکی است که همه دارن و میتواند این وحدت را ایجاد بنماید. من همواره در تمام این بحث‌ها همیشه از اختلاف‌ها صحبت میشه، من میگم اگر اون ذره‌بین رو روی بخش و نزدیکی ها بگذارم و چقدر نزدیک هستیم با هم، بسیار میتواند یاری رسان باشد. براتون بهترین آرزو رو میکنم و امیدوارم که نتیجه این کنگره رو و اون چی که در اونجا سخنرانی ها میشه با هم داشته باشیم. ما من هم امیدوارم که در این کنگره کل میزبان حضرت عالی هم باشیم و شما حاصل کار 5 ساله ما رو از نزدیک ببینید. به حال به نظر من هر حرکت سیاسی محتاج آن است که بین خودش و جمعیت متکثر ایرانی این دره‌ای که وجود داره از لحاظ اطلاعاتی رو رسانه‌ها پر بکنن و امیدواریم که همه رسانه‌ها در این زمینه مددکار باشن، تلویزیون اندیشه رسانه‌های سخن و خبر ما باشه و شخص حضرت عالی که از دوستان بسیار عزیز من هستید و بودید همیشه، خودتون هم بتونید تشریف بیارید به کن و ما میزبان شما باشیم. منم کوشش